لایو زیاد کیفیتش خوب نبود، مجبور شدم براتون ویدیو دوباره بگیرم، با سرعت بیشتر صحبت میکنم که بریم سر اصل مطلب. دیدم مشکل اساسی که اکثرا بعد از انجام چند تا سلام برخورشی دچار شدن، مشکلیه که توی مچ و کمر بیشتر پیش اومده و این نشون میده که بچه ها بلد نیستن فشار رو کجا بندازن. بعضی از آدم، من 3 ساله دارم تمرین میکنم و هنوز همینم، خب خسته شدم دیگه، گفتم حالا هرچه باده باد برم. 3 ساله شاید داری عزیزم اشتباه میزنی، تا اشتباه داری تمرین میکنی، اصلا جای دیگر داری تقویت میکنی. بریم یک فلوی اول رو یاد بگیریم، ببینیم که توی فلو، یک فلو بهتون یاد میدم که کمک میکنه که تقویت کنی عضلاتی رو که لازم داریم، مفاصلی که لازم داریم، هم آگاهیت رو روش بالا ببری، هم تقویتشون کنی برای اون حرکتی که ما باید درست بزنیم در سلام بر خورشید، در از پلانک به چاتورانگا. پس اولین تمرینمون چیه؟ تمرینیه که به من کمک میکنه آگاهی رو ببرم توی ستون فقراتم، روی مچ دستم و شکمم رو قوی کنم که بتونم این حرکت رو خوب انجام بدم. میدم چاره در دیوارم نگاه میکنم، تمرکز من این مدلیه. خب بریم از اولین تمرین رو بهتون بگم. برای اولین تمرین اگر دقت کنین، ما برای چاتورانگا نیاز به بازو شکم داریم. علت اساسی درد های اینه که یا بزن رو میدازن روی بر، یا با شکم میان پایین، یا با چونه میان پایین، یا شونهشون اینجا قوز میکنن، اصلا یه بعضی. بریم از اولین تمرین رو انجام بدیم. این تمرین رو در کنار تمریناتون انجام میدیم که قدرت بدنی رو بالا ببریم. حالا چند بار اینا رو هر چقدر که دیگه کرمتونه. اوکی؟ 4 دست و پا وامیستی و یادت باشه در تمام وضعیت هایی که چه در پلانک، در چه در 4 دست و پا، شما باید وزن رو روی ریشه انگشت ها، یعنی اینجاها بندازی و اینجا، نه روی ریشه مچه. بعض وقتا برای لیفت کردن، بالا کشیدن بدن از این ریشه مچ استفاده میکنیم، ولی نه همیشه، مخصوصا وقتی که ما داریم به حالت پوشاپ میخوایم انجام بدیم، وزن باید روی ریشه انگشت هاتون باشه. پس وزن رو الان روی کاملا دست ها و پا یکسان میندازیم، میریم آگاهی رو ببریم اول رو ستون فقرات، بتونم این ستون رو اصلا حرکتش بدم. حرکت ساده است ولی بسیار پایه و اساسه. خیلی خوب، پس با دم سرگردن از گوش دور میشه، بالا رو نگاه میکنم، با بازدم پشت رول میکنم، شکم رو میکشم تو و چونه رو قفل میکنم. با دم سرگردن بالا، با بازدم قفل، با دم. مرسی که این صدای الرژی که منم تحمل میکنی. بازدم. بعد از این 5-6 بار، 7-8 بار که رفتی و احساس کردی مخصوصا این وسط ستون فقرات دیگه یواش یواش داره کنترلش دست به خودت میاد، میری برای تمرین روی عضلات کور، شکم. با دم پای چپ، پای راستتو بکش بالا، شکم رو اکتیو نگه دار. اکتیو یعنی منقبض، میگی نفس نمیتونم بکشم. شما وقتی نفست هم هر چقدر عمیق باشه، این دیافراگم تا این پایین که نمیاد که، درسته؟ تا اینجا میاد و میکشه بالا. تو این قسمت رو باید اکتیو نگه داری، نه این بالا رو، چون دیافراگم هر چقدر هم که شوشات گنده باشه، دیگه تا این پایینه بدنت که نمیاد. پس منقبض نگه میداری عضلات زیر شکمتو و با دست مخالف. حالا اینجا شکمم اکتیو، کشیدم، یه دم میگیرم، با بازدم. نکته که حتما باید شکم کاملا منقبض و زانو و آرنج بیاد نزدیک هم یا همو لمس کنه. دم، بازدم، دم، بازدم. اینو من باید در هر دو طرف بدنم با هر دو طرف بین 5 تا 10 بار تمرین کنم. خیلی خوب، پس یک تمرین اولی، 2 تمرینه. حالا تمرین دیگه ای که باید انجام بدم اینه که باید یاد بگیرم چجوری بازوهامو خم کنم. من در ادامه این ویدیو براتون ویدیوهای که شاگردایی که با سن بالا دارم و دارن انجام میدن میذارم که متوجه بشید که اصلا اگر تمرین رو درست بکنی سن مطرح نیست. لازم نیست 3 سال شلنگ تخته بندازم یا اشتباه تمرین کنم و هنوز اشتباه بزنم. بعد در امتداد این ویدیو براتون از شاگردان میذارم که الان چند ماهه دارن تمرین میکنن و امروز ببینید چقدر خوشگل دارن میرن، چون بدنشون آماده شده.
خیلی خوب، مسابقه نیست. برای این کار لطفا دقت کن، مسابقه نیست، مسابقه نیست. سلامت تو ارجحیت داره روی همه چیز، کیفیت تمرینت ارجحیت داره به کمیت شما چیزی که داری میری. میام انگشتامو میذارم جلوی حالا یه کتابی، بلاکی، هر چی که داری. خیلی خوب، چهار دست و پا وانیستم. ببین عزیز من، زانو رو زمینه، هیچ دنیا به زمین، آسمان به زمین نمیاد. لطفا خود اون الان روح آهنگر در من زنده شده و دخلاق شده، هیچ اتفاقی نمیفته. پنجه ها باز دوباره وزن روی ریشه انگشت ها. بازو اینجوری اگر خم بشه یا اگر تو با شکر دارم اصلا نمیتونم برم، اصلا آسیب میزنی بخوایم اونجوری، اصلا اشتباه رو نمیدونم چجوری میرین. خیلی سخت در از درست رفتن حرکت. خیلی خوب، میریم برای درست رفتن. چون من نمیدونم آقا، این بچه که اشتباه میرم بدنشون واقعا عجب غریب خوبه، چون خیلی سخت تره تا درست رفتن. در چهار دست و پا که هستم، برای این حرکت اولا که شونه باید از مچ دست عبور کنه و بره جلو. زانو، زمین، همه پیش رفتم هستی، بذار زمین لطفا. میاد میره جلو. خیلی خوب، بعد آرنج من نه به بالا میره نه به پهلو، از کنار این ریپس دنده هام باید عبور کنه. پس من وقتی که دارم میرم فقط نگاه کن، شکمم هم اکتیوه، اینجوری خودم رو پایین نمیدازم، شکمم اکتیوه، فشار روی ریشه انگشت هاست، چونم هم بیرونه که پشتم صاف باشه، آماده عبور میکنم، میام پایین. نگاه کن شونه هم کاملا روی آجر. خیلی خوب، بعد پاهامو صاف میکنم، میخوابم منقبض تا جایی که کمرم اجازه میده بالا، بعد میرم توی downward facing dog. حالا توی downward facing dog بعضی پشتاشون گرده، لازم نیست پاشنت همیشه رو زمین باشه. پاشنه رو ببر بالا، یکم زانوتو خم کن، شکمتو نزدیک کن به ران. خیلی خوب، این کمک میکنه که پشتتو صاف کنی، و اگر پشتت صافه و پاهات هم به زمین میرسه، خیلی آروم توی این حرکت نفس عمیق بازدم، بعد میتونی بپری یا قدم بزنی جلو، که من قدم زدن رو همیشه پیشنهاد میدم. پس یه بار دیگه با هم بریم، آماده، دست جلو. خب میریم بازدم، دم، بازدم، ایزی پیزی. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من البته میگم مچم درد میکنه، ممکنه یه خورده لنگ بزنم تو حرکات، براتون برای شاگردامو میذارم که تمیزتر از من شاید رفته باشه. من یادم رفت باز مچم ببندم. بذارید دفعه با مچ بسته داریم، برای کسی که مچ دردن میتونن مشت کنن. خیلی خوب، کاملا در این وضعیت چهار دست و پا رد میکنم. آرنج، آها این بهتر شد، میام بالا و یس بهتر شد، نفس میکشم. خودم از این فکر کنم راضی تر بودم. خلاصه مچتون درد میکنه، میتونید مشتم بکنید مثل اینی که من کردم، یا مچتون رو ببندید مثل من دیوونه بازی در نیارید. الان من اشتباه کردم، مچمو نبستم. میبوسمتون، یه قلم دوستتون دارم. لطفا بعد این رو نشون بدم، نگاه کنید. اوکی کاترین، آر یو ریدی؟ گو. Good job, dog. Then down dog. Beautiful. Okay, Natalie. Yes. Weight on your roots, the base of your fingers. Relax your toes. Now shift your shoulder forward. Shoulder must go on top. Chest, chin up, chin up, chin up. Uh-huh. Then up dog. Then down dog. Good girl.